سریال گردنزنی رو ببینیم یا نه؟ توی این برنامه در موردش تصمیم گیری میکنیم سلام سلام چطورین؟ احسان منصوری هستم و همزمان با انتشار قسمت پنجم از سریال گردنزنی تصمیم میگیریم که در لیست ببینیم هامونه یا نبینیم ها من توی برنامه میگم نظرم رو شما هم توی کامنت ها که توی کدوم لیستتونه که به یک نظر جمعی برسیم در موردش قسمت ها اول که منتشر شد من توی بررسیش گفتم که خیلی سلیقه من نیست احتمالا دوستش نخواهم داشت تصنع در اون زیاد آدم ها رو نمیفهمم اما احساس کردم که ادهی یه ذره برشون عجیب بود نوع برخوردم با قسمت اول و این هم برای من عجیب بود که چرا برای اونها عجیبه ببینید بعضی اوقات آدم میتونه با یک چیز بسیار ساده و به نظر کوچیک مثل نوع لباس هایی که بازیگرها پوشیدن یا میکاپی که اتفاق افتاده مثلا برای خانم ها متوجه بشه که این کار احتمالا در راستای سلیقه سینمایی او نیست من از همون ابتدا با دیدن لباس ها احساس کردم که احتمال خیلی زیاد هم مسیر او نخواهم بود ولی پیش اومده که این اتفاق بیفته و بعد نظرم عوض بشه این بریم جلوتر ببینم که یا اون چیزهایی که به نظر ساده بهتر شدن یا انقدر نقاط و قوت دیگری در اثر وجود داره که اونها رو پوشش میده آیا گردن زنی در این رده قرار میگیره یا نه اجازه دید با یک مسئله خیلی مهمی به فضا شروع بکنیم سریال گردان زنی تجربه حضور به ما نمیده در لوکیشن هایی که داره تصویر میکنه دست ما رو نمیگیره ببره اونجا من با تماشای سکانس ختم دوتا جوان در اون مراسم حضور پیدا نکردم باورش نکردم این چه نوع عزاداریه برای افراد درجه یک یک زوج و حتی در اون عروسی قسمت اول هم حضور پیدا نکردم برای خیلی ها این عروسی اتفاقی که از عروسی های قابل باور بود چرا که نه خب اونها تجربه حضور پیدا کردن و میتونه اتفاقا ویژگی خوبی هم باشه من انگار اونجا حضور پیدا نکردم اداره پلیس به عنوان یک فضا یک مکان اصلا برای من تبدیل به اداره پلیس نمیشه بیشتر احساس اینو میده که یه سری جوون توی خونه مجردی دارن میچرخن این نماهای بسیار بسته از اداره پلیس و استفاده از المانهای کوچیک کوچیک برای شکلدهی اون کار راه نمیندازه و احساس میکنم که با نوع قابندی محدودیت مکانی داره پوشش داده میشه حالا علاوه بر آدم هایی که در قسمت اول نتونستم بشناسمشون و هرچی میریم جلوتر بیشتر نمیشناسمشون یا کمتر میشناسمشون فضا رو هم نمیتونم بشناسم و بفهمم با تماشای گردن زنی اما اینکه در این ویلای به این بزرگی همیشه همه انقدر چسبیدن به هم دیگه تا در یک قاب لانگ یا قاب بزرگ همگی همراه هم دیگه دیده بشن این احساس چیدمان که انگار گفتن بهشون تو اینجا بشین تو اینجا تو اینجا تو اینجا تو اینجا حالا همه توی قاب دیده میشن بله حرکت حسن نور این همه بودن همیشگی باعث شده خیلی ها در صحنه حضورشون صرفا فیزیکی باشه و تبدیل به شیع بشن تکلیفشون روشن نیست نمیدونه باید چی کار بکنه بازیگر اصلا چرا هست ولی گردنزنی از همه مهمتر مشکل منطق داره چیزی که میبینم رو نمیتونم بفهمم نمیتونم درکش بکنم آنالیزش بکنم یکی اومده که یا قاتل رو یا قاتل اصلا مادر مقتول میگه که این اگه کشته بچه ما رو ولی شبیه اون عکسا که امیر به نشون داد نیست پس شما همگی فکر میکنید که احتمالا این قاتل دیگه نه برخورد صحیح با قاتل بچتون اینه در مواجهه ای اول در صورتی که آدم دریده آمده و انگار قاتل این اینه این از نقطه ضعف سوال مطرح میکنی تو باید بپری احتمالا خرخره رو بجویی بعد باید سریعا زنگ بزنی به پلیس باید کت پسته ببندینش هیچ اتفاقی نمیفته کسی هم ریاکشن منطقی نداره تا جایی که میگه من الان زنگ میزنم به پلیس اصلا بعد این میگیرتش می، می، میبره سرشو میکنه زیر آب چه, چه اتفاقی داره میفته واقعا در یک صورت میتونه این منطق داشته باشه که این تا گفت پلیس این گرفت انداختش تو آب همین ایشون که گرفته کرده سرشو زیر آب هم دست قاتل باشه یعنی اون کسی باشه که آمار خونه رو داده که بیا برو خونه ولی بازم اگر اینجوری باشه یعنی جلوتر ببینیم که بله ایشون آمار خونه رو داده که بیا برو خونه تا اینا عروسی بگرد باز این انقدر اکت تابلو بقیه رو مشکوک نمیکنه که تو فلان فلان شده که این کارو کردی حتما تو در این ماجرا دستی داشتی که تا این خاص زنگ بزنه به پلیس گرفتی سرش کردی زیر آب چرا هیچکی به این گیر نمیده همون لحظه بگیرید ببندینش بچه‌تون مرده سکانس داره تبدیل به کمدی میشه شما یه رودر روی به شدت سنگین دارید یا قاتل یا کسی که قاتل رو میشناسه آمده در خانه شما ولی هیچ چی نصیبمون نمیشه هیچ تجربه حسی سنگینی اتفاق نمیفته همه چیز عجیبه همه چیز بیمنطقه حق مطلب ادا میشه و حتی از چند فرسنگی حق مطلب هم سکانس عبور نمیکنه و اینو میارن بالا نفسش بالا نمیاد و همه شروع میکنن به پنهان کاری بابا ولم کن بچتون مرده یا نه بچه هاتون چی کار دارید میکنید؟ خب سریعا زنگ بزنید دکتر بیاد اینو ریکاوری بکنید ببینید کی کشته بچه رو؟ یعنی چی؟ همه که در این قتل لست نداشتید یا در این اتفاق مؤثر نبودید که یک نفر دو نفر از اون جمع خود یارو داره میگه یک نفر آرا بگیم دو نفر چرا همه دارید پنهان کاری میکنید؟ چرا انسان در این سریال در راستای خواستگاه انسانیش عمل نمیکنه؟ ما که اون لحظه خیلی دو دو تا چهار تا که نمیکنیم که بچم برده این ظاهرا قاتل پدرشو در میارم ببینم دیگه کی هم دستش بوده اینه دیگه ها درسته تو مراسم عزا گریه نکردی ولی عزادار که هستی که قربونت برم متاسفانه بازیگرای معمولا شناخته شده و خوبی هم که توی کست سریال هستن خوب بازی نمیکنن مثل یک ربات رفتار میکنن انگار خلق شده و اجرا شده توسط یک هوش مصنوعی هن. عزیز هم که انگار قرار بود سورپرایز لحظه سریال باشه نوع و حضورش دیالوگ بازیش همه چیش اثر رو به سمت کمدی ناخواسته سوق میده مثل شمایل و پوشش آقا داوود مثل چسب گوش مهران غفوریان چیزی که حالا احتمالا خیلی هاتون میدونید ولی واقعا همین چسب گوش که الان باها شوخی میشه توی فضای مجازی مهمه که دیده نمیشد و بعدی که دیده میشه این پلیس سانتیمانتالمون چیه چرا انقدر خونساست اگه عاشقه و عاشقیش داره باعث میشه انقدر بی تحرک و غیر مؤثر باشه فرد مناسبی برای این پرونده نیست بماند که چجوری از بین این همه پلیس اد این شده مسئول پرونده که انقدر نزدیک بوده به مقتول خانوادهش اگه قرار مسئول پرونده باشه آیا یکی نیست بزنه تو گوشش بگی خودتو جمع و جور کن مثلا تو پلیسی یه جنبندی بکنیم و بگیم که در لیست ببینیم هامون یا نبینیم ها با کمال احترام به مجموعه این کست جلوی دوربین پشت دوربین که خیلی هاشون دوستان من و بسیار براشون احترام قائلم گردن زنی مجموعه ای از بی‌نظمی هاست بی‌نظمی در جزئیاتی که انگار مهم نیست اما به شدت مهمه نفس اثر رو گرفته اجازه رسوندن مخاطب به نقطه هدف چه در مسیر چه در کلیت اثر رو نمیده همین بی نظمی های جزئی که تعدادشون خیلی زیاده و دائما باعث متعجب شدن نقطه تشخیص منطق مغز ما میشه و از اثر میندازتمون بیرون پلیس پلیس نمیشه خانواده خانواده نمیشه خونه خونه نمیشه و سریال گردنزنی سریالی در لیست تماشای من نمیشه برای شما چطوره در کدوم یکی از لیست هاتون قرار میگیره ببینیم یا نبینیم مرسی که این ویدیو رو هم دیدید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه خیلی مخلصم در تماسیم